روز جهانی ارتباطات، نقش ارتباطات در قیام ها. به کارگیری ارتباطات به شکل امروزی با کشف الکتریسیته در اوایل قرن 19 شروع شد که پیام به صورت سیگنال و علامت انتقال داده می شد. تلگراف اولین وسیله ای بود که برای ارسال پیام در دنیای مخابرات به کار گرفته شد. در 9 دسامبر سال 1932 میلادی به موجب عهدنامه مادرید اتحادیه بین المللی ارتباطات دور شروع به کار کرد. ایران بیش از 100 سال است که در اتحادیه تلگرافی بین المللی عضویت دارد و ملزم به اجرای قوانین آن است. در عصر ارتباطات به جوامع مختلف کمک شده که با اتحاد و یکپارچگی به عنوان قدرتی در برابر حکومت‌ها ظاهر شده و مقاومت کنند. از جمله در مصر مردم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی توانستند قیامشان را به پیروزی برسانند. یا در لبنان و عراق ارتباطات عامل اصلی گرد همایی و اتحاد بین شهروندان شده است. اما در ایران برای اولین بار در سال 88 جوانان از طریق موبایل ارتباطاتشان را برای برپایی قیامی سراسری در جریان انتخابات نشان دادند. همچنین در قیام 98 جوانان شورشگر و مقاوم با بکارگیری شبکه‌های اجتماعی در حداقل زمان توانستند در بیش از 110 شهر به تجمعات گسترده دست بزنند و از طریق شبکه‌های اجتماعی اخبار قیام را به بیرون منتقل می‌کردند. اما حاکمیت دیکتاتوری خامنه‌ای برای سرکوب قیام با قطع اینترنت تلاش کرد مانع انتشار اخبار کشتار قیام کنندگان شود، ولی به دلیل ارتباطات شهروندان با دنیای خارج نتوانست مانع از انتشار اخبار کشتار 1500 تن از قیام کنندگان در طی 3 روز شود. رساندن اطلاعات کشتار و دستگیری جوانان به سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌ها باعث محکومیت‌های شدید بین‌المللی بر علیه رژیم شد. بنابراین ارتباطات به ویژه اینترنت در قیام‌های پیشرو در ایران نقش تعیین کننده خواهد داشت و رژیم به راحتی قادر به قطع ارتباط بین جوانان شورشی نخواهد بود.